سلام دوستای عزیز، به چنل ما خوش آمدین. امروز طرز دهی یک دلمه بسیار خوشمزه را که از مرچ دلمه درست میشه براتون نشان میدم. به هر دلی خوشمزه است. برای زیر طرز دهی ما برای 7 یا 8 عدد مرچ دلمه ضرورت داریم. یک یا دو پیاله سس بونجورمی که قبلا تهیه شده باشه به او ضرورت داریم و همچنان یک پیاله برنج تر شده، یک پیاله دل نخاطی که قبلا جوش داشته باشه و 3 قاشق روغن، 1 عدد پیاز ریزشته، 1 قاشق سیر ریزشته، 1 قاشق مرچ سیاه، 1 قاشق نمک، 1 قاشق گشنیز خشک، گشنیز تازه و 1 عدد مرچ دلمه که در کوفته با از استفاده میکنیم. این مواد است که ما به این ضرورت داریم. سس بونجورمی قبلا همراه پیاز و مرچ دلمه و گشنیز تازه و کم نمک تیار شده. برای زی طرز دهی ما مرچ دلمه را بنج خالی میکنیم. در شکل دو تصویر میبینین. پیاز خرد ریزه ریزه میکنیم، همش آماده میگذاریم. گشنیز ریزه میکنیم، مرچ دلمه ای را ریزه میکنیم، همش آماده میگذاریم و حال میریم به سراغ از اینکه چقدر تهیه میشه. برنج ما قبلا 1 ساعت تر کردیم. برنج با آب فراوان که 1 لیتر یا 2 لیتر است و 1 قاشق نمک، 1 قاشق روغن رو جوش میدیم برای مدت 6 یا 7 دقیقه و بعد زو آب برنج صاف میکنیم، آبش دور میریزیم و میگذاریم در یک گوشه. این برنج ما آماده شد و حال کوفته رو تیار میکنیم. برای تیار کردن کوفته یک کم روغن به ظرف اضافه میکنیم و پیاز، مرچ دلمه ریزشته و سیر به اضافه میکنیم. بر مدت چند دقیقه رو سرخ میکنیم و بعد از او گوشت کوفته شده مساله ها را که مثل گشنیز، مرچ ترکی، مرچ سیاه، نمک به اضافه میکنیم. این خوب برای 5 یا 6 دقیقه سرخ میکنیم. بعد از او این سرپوش میگذاریم، حرارت کم میکنیم، بر مدت 15 دقیقه میگذاریم تا خوب نرم شد و پخته شد. به آب اضافه نمیکنیم، صرف به رقم به دم میگذاریم. حال ببینید به شکل سرخ شده و دال نخود که قبلا ما جوش دادیم و با او اضافه میکنم و او را خوب به هم مخلوط میکنم و بعد از او برنج ما با او اضافه میکنم. اگر دیدین دال نخود کم سخت بود، دال نخود یک چند دقیقه بگذارین همراهش نرم میشه و گشنیز تازه و برنج خوب به هم مخلوط میکنیم. ببینید چقدر این مقبول معلوم میشه و بین هر مرچ دلمه در بین از خلایی که ما ایجاد کردیم، این مواد که از برنج و کوفته که قبلا پخته شده همش پر میکنیم. ببینید به تصویر همراه قاشق، همراه دست شما میتونید این مواد همش پر کنید و در ته دیگ سس بونجورمی که قبلا همراه پیاز، سیر، نمک و کم مرچ دلمه آماده کردیم، اون سس را به زیرش میمونیم و باز مرچ ها را برش میچینیم. برای مدت 20 دقیقه، 25 دقیقه یا نیم ساعت ما را به دم میگذاریم که اول حرارت کم بالا میگذاریم و باز حرارت پایین میمونیم. حرارت متوسط، متوسطی که به طرف پایین باشه اینو میگذاریم و ببینید به این رقم تفت میکنه. سرپوش بگذارین، مدت نیم ساعت منتظر باشین یا میتونین اینو شما در داش بپزین، روش فول بگیرین، در قالب در داش بمانین، زیر رومیر مقصد فراموش نکنین. دلمه آماده است. ببینید و چقدر مقبولی و خوشمزگی ای آماده شده. همیشه به قوری سر میکنیم. شما میتونین همراه چکه یا ماست که همراه سیر، نعنا مخلوط شده باشه شما میتونین سرو کنین یا امروز سس بونجورمی ساده صرف کنین. به هر شکل شما دوست دارین میتونین صرف کنین. خدا کنه این طرز خوشتون بیاد. اگر خوشتون اومد لطفا لایک، شیر، سابسکرایب فراموش نکنین. دوست عزیز، یک غذای عالی، خوشمزه و صحی شما میتونین برای مخصوصا برای استارتر میمونین تا درست کنین. وقت خوش براتون میخوایم.